اعتلاف ضد داعش اعلام کرد که حملات این گروه سنی تند رو در عراق و سوریه طی چند ماه نخست سال 2023 کاهش یافته اما اعضای آن با وجود شکست هنوز فعالیت هایی دارند ژنرال متیو مکفارلین فرمانده اعتلاف ضد داعش در یک کنفرانس مطبوعاتی اینترنتی در سوریه گفت از ابتدای سال تا هفته اول آوریل در عراق شاهد کاهش 68 درصدی تعداد حملات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بودیم. به افزود در سوریه نیز کاهش 55 درصدی حملات را در همین مدت شاهد بودیم. این حملات به نسبت به, به نسبت محدود بوده و به نسبت محدود بوده و توسط یک یا چند نفر انجام شدند. او ادامه داد داعش در سال جاری موفق نشد مورد دیگری در سطح بزرگتری اجرا و یا هماهنگ کند ماه رمضان در طول چند سال اخیر آرامترین دوره بود و حملات در عراق در مقایسه با سال گذشته 80 درصد و در سوریه 37 درصد کاهش داشتند مکفارلی نفسود نیروهای سوریه دموکراتیک که مدیریت اردوگاه الهل در سوریه را با حدود هزار تن از اعضای خانواده‌های ها بر عهده دارند از ابتدای سال 2023 بیش از 1300 تن از اتباع دیگر کشورها را بیرون کردند یک مسئول نظامی عراق ماه مارس اعلام کرد که داعش حدود 400 تا 500 عضو فعال در عراق دارد طبق برآوردهای ارائه شده در گزارش ماه فوریه شورای امنیت داعش حدود 5000 تا 7000 عضو و حامی در عراق و سوریه دارد که نیمی از آنها شبه نظامی هستند طبق گزارش یاد شده با وجود کاهش ذخایر مالی این گروه تروریستی که در حال حاضر حدود 25 تا 50 میلیون دلار برآورد می شود. داعش با سرمایه گزاری و در طرحهای تجاری همانند ساخت هتل و املاک و مستقلات در سوریه و عراق پولشویی را آغاز کرده و همچنین برای جمعآوری پول به سرقت احشام رو آورده است